بیشتر چهره این زن جادوگر را در داستان‌های دوران کودکی خود دیده اید. زنی جادوگر که گاهی سوار بر جاروی خود در حال پرواز بود. در انگلستان در جایی میان جنگل‌های سبز دیواره‌ای مرموز در کنار غاری وجود دارد که می‌گویند سال‌هاست نفرین شده است. جنگل نارزبرو در انگلستان از گذشته‌های دور با خود داستان‌ها و افسانه‌های عجیبی را در بر دارد. داستان‌هایی از جمله وجود درختانی که پول می‌سازند و یا خانه‌هایی که محل زندگی جادوگران نفرین شده بوده است. در سال 1488 دختر فقیری به نام آگاتا تنهایی در این منطقه زندگی می کرده است. او در سن 15 سالگی از مردی که شوهرش نبوده فرزندی را باردار می شود. هنگامی که مردم شهرش از این موضوع باخبر می شوند تصمیم به اعدامش می گیرند. اما این دختر از ترس جانش به غاری در میان جنگل پناه می برد. همانجا فرزندش را به دنیا می آورد و در آخر هم او را به دایه‌ای می سپارد و خود راهی سرزمین دیگر می شود. نوزاد تازه متولد شده تا 2 سالگی در غار می ماند و بعد از آن راهی شهر می شوند. اما او تنها یک دختر معمولی نیست. نیروهای ماورایی و عجیب دارد که او را از دیگران متمایز می سازد. طوری که برخی او را نفرین شده می پندارند. زنی که به مدت 15 سال دایه مادر شیپتون بود در مورد بوی شبیه سلفور و یک جرقه عظیم هنگام به دنیا آمدن او صحبت می کند. بچه با بدنی غول‌آسا به دنیا آمده بود و حتی برخی فکر می کردن که فرزند شیطان است. او که قدرت عجیبی در دیدن آینده داشت وقایعی را که خواهند آمد به صورت اشعاری سرود. او در زمان هنری 8 میزیست و پیروزی انگلستان در مقابل فرانسه را در سال 1513 پیشبینی کرد. نبرد اسپرز و همچنین از هم پاشیدن صومعه ها را نیز پیشگویی کرد. او در 24 سالگی با توبی شیپتون نجار ازدواج کرد. آنها بچه نداشتند و سرانجام او به اسم مادر شیپتون شروع به کمک کردن به مردم کرد. آوازه قدرت او در دیدن آینده نه تنها در محل زندگیش بلکه در تمام انگلستان پیچید. افسانه او توسط تاجران به همه جا برده شد تا در سال 1641 بیش از 50 کتاب در مورد خود او و پیشگویی هایش نوشته شده بود. مادر شیپتون حوادث تاریخی زیادی را پیشگویی کرده بود، از قبیل آتش سوزی بزرگ لندن در سال 1666. شکست انگلیس در مقابل ارتش اسپانیا 1588، تکنولوژی‌های مدرن و حتی تاریخ مرگ خودش را که در سال 1561 امروزه نیز پیشگویی‌های او به طرز عجیبی دقیق اتفاق می‌افتند. لینک پیشگویی‌های مادر شیپتون برای مطالعه شما عزیزان در قسمت توضیحات قرار گرفته است. سپاسگزارم که با من همراه بودید. لطفاً برای دریافت ویدیوهای بیشتر ما را سابسکرایب کنید.